زوزه های ولی فقیه ارتجا در پی افشای پنهانکاری و سایت مخفی اتمی در کنفرانس مقاومت ایران در پاریس. ولی فقیه ارتجا که در تله اتمی و در تنگنای فریبکاری و زهرخوران تحمیلی دست و پا می زند، از کنفرانس مقاومت ایران در پاریس با افشای مجدد مخفی کاری های اتمی و سایت اعلام نشدهش، آن هم در آستانه دور جدید مذاکرات ژنو، سخت در هم ریخته و سراسیمه شده و در خبرگزاری های حکومتی و سایت های زنجیره‌ای اطلاعات آخوندی زوزه سرداده و ضمن برچسب های تکراری و قمر در عقرب صهیونیستی و عربی و غربی علیه مجاهدین و مقاومت ایران نوشته است. در آستانه مذاکرات ژنو، جریانسازی های رسانه های غربی علیه برنامه هسته‌ای نظام آغاز شد. یکی از سرکردگان گروهک مجاهدین مدعی شد اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال ساخت یک مرکز هسته‌ای سری در عمق 600 متری زمین در اطراف شهر مبارکه اصفهان است. این ادعا و فضاسازی های رسانه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی، روسی و ایرانی به دستیابی به یک توافق هسته‌ای با نظام در مذاکرات آتی هسته‌ای که از روز چهارشنبه این هفته آغاز خواهد شد بسیار خوشبین هستند. شایان ذکر است که در روزهای گذشته مقامات رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای فشار به کشورهای غربی با هدف جلوگیری از دستیابی به یک توافق هسته‌ای بین نظام و گروه 5+1 آغاز کردند. توافقی که انتظار می رفت در دور قبلی مذاکرات حاصل شود که در پی سنگ‌اندازی های فرانسه، دوست نزدیک رژیم صهیونیستی و مرکز حضور سرکردگان گروه که مجاهدین حاصل نشد. برخی منابع خبری در بیروت اعلام کردند گزارش ساختگی جدید صهیونیست‌ها ساخته و پرداخته ذهن عوامل گروه مجاهدین مستقر در سرزمین‌های اشغالی است. این گزارش گامی در جهت ناکام گذاشتن مذاکرات ژنو که اواخر هفته جاری برگزار خواهد شد تلقی می‌شود. این گروه در پیمانی نانوشته برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای ادعاهای واهی و بی اساسی را در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای نظام مطرح ساخته است. پیش از این نیز عوامل این گروه ادعاهای دروغینی را در خصوص تلاش نظام برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای مطرح کرده بودند. بسیاری از عوامل و سرکردگان گروه مجاهدین در سرزمین‌های اشغالی به سر می‌برند و به نظر می‌رسد نگرانی رژیم‌های عربی از تفاهم هسته‌ای نظام با گروه 5+1 عامل مؤثری در دروغ‌سازی‌های جدید این گروه باشد.